بخونید، چون تو موضوع هم مهمتر هستن، باید بیشتر یاد بگیرید، هم که توی امتحان بیشتر میاد. من اجازه بدید جزوه رو وا کنم، از طریق جزوه یه مطالب مهمش رو به شما بگم، بعد سوالاتونم جواب بدم. هر سوال میشه یه دقیقه، 5 دقیقه هم اضافه است دیگه، وقتهای تلف شده است. من اجازه بدید اول جزوه رو وا کنم، قسمت های مهمش رو بگم، بعد جواب سوالات رو بگم. از فصل 13 شروع کنم. حالا راجع به زمانی صحبت میکنیم دانیال جان، بذار اول این مطالب و قسمت های مهمش رو بهتون بگم. ببینید، اول اینکه این فرایند و مراحل گوارش خیلی مهمه، این قسمت، یعنی مراحل گوارش، ترتیبشون، تعریفاشون بسیار مهمه. اینکه بل چیه، گوارش چیه، جذب چیه و دفع چیه. خب مورد بعدی اینه که شما باید بدونید تو هر کدوم از اینا، تو کدوم قسمت بدن، تو کدوم قسمت دستگاه گوارش اتفاق میفته. مثلا عمل بل تو کجا اتفاق میفته؟ توی حلق اتفاق میفته. گوارش تو کجا اتفاق میفته؟ گوارش تقریبا از دهان شروع میشه تا روده کوچک. آیا تو روده بزرگ ما گوارش داریم؟ نه، تو روده بزرگ دیگه گوارش نداریم. صدا نمیاد بچه ها؟ خب بذاری من ببخشید من عوض کنم اینوری بگیرم که الان خوبه صدا؟ خب باشه، من سعی میکنم یکم بلندتر صحبت بکنم. خب پس اینجوری شد، گفتیم مراحل گوارش رو باید یاد بگیرید و اینکه بدونید گوارش تو کدوم قسمت ها اتفاق میفته. گفتم بل توی دهان اتفاق میفته، توی حلق اتفاق میفته. گوارش تو همه قسمت های دستگاه گوارشی اتفاق میفته، از دهان تا روده. آیا تو روده بزرگ اتفاق میفته؟ خیر، تو روده بزرگ ما گوارش نداریم. جذب کجا اتفاق میفته؟ جذب توی روده کوچیک اتفاق میفته، یا باریک روده، درسته؟ پس اینا رو حتما باید بدونید. دفع هم که مشخصه دیگه، از روده بزرگ خارج میشه و از طریق مخرج از بدن خارج میشه. پس این مراحل گوارش خیلی مهمه. توی انواع گوارش هم ما باید چیا رو بدونیم؟ این که بدونیم هر قسمت دستگاه گوارشی چه نوع گوارشی داره، که تقریبا من گفتم دیگه یه جورایی همه قسمت های دستگاه گوارش هر دوتا حالت رو دارن، یعنی هم گوارش فیزیکی دارن هم گوارش شیمیایی دارن. یه بخش خیلی کوچیکی وجود داره که مثلا فقط فیزیکیه یا فقط شیمیاییه. خب اینم از این. من از طرف من صدا خوبه، من فکر نمی کنم مشکلی باشه، یه ذره به اینترنتتون رو چک کنید بچه. خب اینم از این. بیاریم این قسمت، یک ترتیب لوله های گوارشی رو باید بدونید و اینم باید بدونید. من اینو خیلی تاکید کردم این قسمت رو بچه، گفتم لوله های گوارشی ما، به دستگاه گوارشی ما دو قسمتن، لوله گوارشی، غده گوارشی. خب این که شما باید ترتیب لوله های گوارشی رو بدونید و بدونید که چه قسمت های جز لوله گوارشی نیست. مثلا جگر، کیسه، صفرا، اینا غده های گوارشی هن، جز لوله های گوارشی نیستن. یعنی شما باید بدونید، مثلا ممکنه من سوال داده باشم کدام جزء لوله گوارشی نیست؟ حلق، مری، معده، مثلا کیسه صفرا. و باید بدونید اون دیگه، کیسه صفرا جزء غده‌های گوارشی نیست. قطع وصلیام شروع شد دیگه. آره، قطع و وصل شدن های ما شروع شد. خب میایم توی این قسمت، ساختار لوله گوارشی. بچه ها ساختار لوله گوارشی رو باید کامل، ترتیبش رو و کاربرداش رو بلد باشید. این که لوله گوارشی از چه ساختاری تشکیل شده. چند تا بافت داره لوله گوارشی؟ چند تا بافت داره؟ 3 تا بافت داره، درسته؟ 3 تا بافت پوششی، ماهیچه‌ای، پیوندی. خب
بعد یه پیوندی هم نگاه کنید از داخل، پوششی، پیوندی، ماهیچه‌ای، پیوندی. خب مخاط، زیر مخاط، حلقه، ماهیچه‌ای ها و پیوندی. خب این ترتیب رو باید حفظ باشید، کاربرداشون هم باید حفظ باشید. شما باید بدونید بافت پوششی چیکار میکنه، بافت مخاط چیکار میکنه. بچه یه فکر کنید خودتون یه چند دقیقه ای. بافت مخاط تو قسمت های مختلف دستگاه گواش کاربردهای مختلف داره. کار اصلیش اینه که چیکار کنه؟ یک، جذب انجام بده توی قسمت روده. تو قسمت معده و اینا کارش اینه که چیکار کنه؟ به قول معروف به گوارش کمک بکنه، یعنی با حرکاتی که با اون آنزیم هایی که تولید میکنه باعث تو گوارش بشه. درست شد؟ توی قسمت بافت ماهیچه ها چیکار میکنن؟ ماهیچه ها با حرکاتی که ایجاد میکنن یک بافت فیزیکی ایجاد میکنن، درسته؟ گوارش فیزیکی ایجاد میکنن و از طرف دیگه باعث حرکت ماهیچه ها میشن، باعث حرکت غذا میشن، و بافت پیوندی هم که بافت پوششی. خب از این ور باید تک تک این قسمت هایی که من تدریس کردم رو کلیاتش رو بلد باشید. این که مثلا بزاق چی کار میکنه، دهان کارش چیه، چند تا قده بزاقی داریم، بناگوشی، زیراروارهی، زیرزبانی. ببینید کلی بخونید دیگه، نرید چیزای خیلی جزئیات رو بخونید، همین کلیات کافیه. این جدول دندان ها رو بلد باشید و میایم توی نحوه، توی حلق، توی نحوه فرو بردن غذا. خیلی مهمه اپیگلوت یا همون برچاکنای کجا میره، چه جوری میره بالا، نمیدونم زبان کوچک میاد پایین، همه اینا رو باید بلد باشید. موقعی که شما غذا رو قورت میدی، برچاکنا یا اپیگلوت میاد پایین، راه نای رو میبنده، درست شد؟ و زبان کوچیک میره بالا، راه بینی رو میبنده، درست شد؟ پس زبان کوچیک میره بالا، اپیگلوت میاد پایین، اینجوری غذا قورت داده بشه. اینو یادتون باشه. و من تون تون دارم میگم که برسم به سوالای شما هم جواب بدم. در مورد مری، دریچه های کاردیا، دریچه کاردیا انتهای مریه، ابتدای نایه. خب اینو بلد باشید. و خب این قسمت شیره گوارشی رو به نظرم خیلی نیاز نیست که بخونید، چون هم یه مقدار سنگین هست، برای امتحان نیاز نیست، ولی بلد باشید دیگه. بدون شیره گوارشی شامل اسید معده، آنزیم و فاکتور داخلی معده است. تا همین اندازه کافیه دیگه، نیاز نیست که خیلی بیشتر بخواید بخورید. پس همین آنزیم و اسید معده و فاکتور داخلی معده رو بلد باشید کافیه. دریچه پیلور رو هم بلد باشید. ببینید دارم کلی دارم صحبت میکنم، فقط دارم جایگاه ها رو میگم و اینجور چیزا، یعنی دارم کلی صحبت میکنم، اصلا به جزئیات نرفتم. تو امتحانم هم اینجوریه، جزئیات نرفتیم. خب توی روده کوچیک اول باید بدونید که جذب توی روده کوچیک انجام میشه. تو روده کوچیک هم گوارش داریم هم جذب. تنها جاییه که هم عمل جذب توش اتفاق میفته هم عمل گوارش. خب نحوه جذب غذا رو هم باید بلد باشید. غذا اول وارد کجا میشه، بعد وارد کجا میشه، یعنی اول از سلولای پوششی روده رد میشه، میاد خودشو میرسونه به خون و از طریق خون پخش میشه، درست شد؟ بعد خون چیکار میکنه؟ اونو میرسونه به کبد یا جگر سیاه، درسته؟ یادتون هست که اینا دیگه کامل باید بلد باشید. در مورد پانکراس هم فقط کاربردش رو بلد باشید، زیاد جزئی نشید. تون فیلم که دیدید که من خیلی جزئیات رو گفتم به شما، دیگه اونجوری جزئی نشید، فقط در حد اینکه کاربردش چیه و خب چه جوری انجام میده این کار رو، صفرا از کجا با هم، مجراها چه جوری به هم پیوندن، همینا. خیلی جزئیات رو وارد نشیم. جزایر لانگرهانس، بله دیگه، در حد جزایر لانگرهانس رو بچه فقط در حد این بدونید که توی پانکراسه و مسئول چیه، تولید آنزیمه، همین دیگه، نیاز نیست که بخواید خیلی جزئی بشید برش. و خب صفرا هم که خب یه تعریف خیلی کوچیکی داره و مهمترین چیزش اینه که برای چیه، برای لیپیدها کاربرد داره. لیپیدها رو یا همون چربی ها رو اصلا فاصله میده، همین، زیاد راجبش بحث می کنیم. روده کور رو نیاز نیست بچه ها، روده کور جزء تدریستون نیست، اینا رو دارید می نویسید دیگه، اینا که من دارم میگم شما الان دارید یادداشت می کنید که بدونید کجا رو بخونید و کجا رو نخونید.
در مورد روده بزرگ بچه ها، باکتری های روده بزرگ چی کار میکنن، چه ویتامین هایی تولید میکنن، از چه چیزی مصرف میکنن، بعد خود روده بزرگ جذب داره یا نداره، روده بزرگ جذب داره یا نه بچه ها، روده بزرگ جذب نداره، همین چند تا جذب کوچیک ویتامین و اینجور چیزا که برای باکتریاست و اینا جذب اصلی نداره. آیا گوارش داره؟ نه. روده بزرگ فقط آب جذب میکنه بچه ها. آب جذب میکنه که مدفوع سفتر بشه و آب بدن از دست نره. یعنی در حقیقت فقط یه مجرای برای خارج شدن مواد. و خیلی کار ویژه‌ای هم توی گوارش انجام نمیده. این خیلی مهمه. روده بزرگ یا فراخ روده خیلی کار مهمی توی گوارش انجام نمیده. و توی گوارش جانداران دیگه به غیر انسان هم به نظر من دیگه، چون من اینا رو همه رو ضمیمه گذاشتم، فقط توی یه خود فکر کنم خود را بیازمایید اگه اشتباه نکنم، یا اینکه آزمایش کنید، یه هم چیزیه، یه دونه کرم خاکیه یا یه پرنده است، فکر میکنم پرنده است که دادن بهتون. بذار من کتابو یه نگاهی بندازم. برای پرنده دستگاه گوارشیش رو بچه داده، اینها فعالیته، این رو بلد باشید لطفا. خب این رو ترتیبش رو بلد باشید. چجوری برای انسان لوله های گوارش رو ترتیبش رو بلدید؟ برای پرنده هم بلد باشید. دهان، مری، چینه‌دان، معده، سنگدان، روده. همین ترتیب اینو بلد باشید. نمیگم تو امتحان میاد، ممکن نیاد، ممکنم بیاد، ولی این رو ترتیبش رو لطفا بلد باشید. فقط ترتیبش، هیچی نه. دهان، مری، این چینه‌دان و سنگدان و مری، این قسمتش مهمه دیگه، و اینه بقیه رو که مثل انسانه. ما چینه‌دان و سنگدان نداریم، پرنده داره. قبل مری، قبل معده چینه‌دان داره، بعد معده سنگدان داره. همین، چیز خاصی نیاز نیست بخوره. خب این از لوله گوارش. برگردم من اول سوالای فصل 13 رو جواب بدم، بعد با هم دیگه صحبت بکنیم دوباره. خب اینجا می نویسید یا من صداتون رو باز کنم؟ خب شیر محمد جان، من گفت خیلی گفتم از کجا نمیاد و دیگه گفتم دیگه، بیشتر گفتم از کجاها میاد. اینو از بچه ها الان بعد اینکه این تموم شد کلاس ما حتما زنگ بزن فصل 13 رو بپرس. فصل 14 یه خودکار دستت باشه، من شروع کردم به گفتن، شما لطفا یادداشت کنید. خب سوالاتون رو جواب بدیم دیگه، از همین بالا شروع کنیم، یکی یکی سوالا رو جواب بدیم. صادق جان بگو. مبین صادقی سلام. سلام عزیزم بگو. آقا شما صفحه توی فصل 13 صفحه 4ش در مورد روده باری توی یکی از اون فیلم هایی گذاشته بودید گفتید که مواد مغذی برای رسیدن به خون از 4 تا لایه قشا عبور میکنن. درست. بعد گفتید 2 تا لایه مربوط به یاخته های پوششی باریک روده، گفتید مخاط و زیر مخاط هن اینا. بعد گفتید 2 تا لایه مربوط به یاخته های مورک. این 2 تا لایه مربوط به یاخته های مورک چی هن؟ نه، دوتا غشا دیگه، دوتا در حقیقت. بذار یه بار کامل بهت بگم. نیا کن یه لحظه، بذار اونجا رو پیدا بکنم، اون قسمت رو. آها تو که نمیبینی اینو؟ نه. خب بذار یه لحظه این اشتراک بذارم، این قسمت مهمیه بچه، شما هم گوش بدید، این سوال خوب و مهمیه. نیا کنید این قسمت، اینجا ما میگیم 4 تا لایه غشا، خب این خیلی مهمه، 4 تا غشا رو رد میکنه. این یک، یعنی 4 تا غشا یعنی چی؟ یعنی 2 تا سلول. قبول داری اینو؟ دو تا سلوله؟ صدات رفت؟ شیر محمدی؟ آقای صادق جان؟ خب باش من الان بگم. ببین 4 تا غشای بچه ها، 4 تا غشا یعنی 2 تا سلول، یکی اول سلول غشا، یه غشا هم آخر سلول. درسته؟ پس اینجوری میشه، میاد اول از یاخته های پوششی غشا اولش رد میشه، میاد داخل سلول. خب حالا میاد از این ور سلول دوباره غشای خود یاخته پوششی رو رد میکنه، این میشه 2 تا غشا، یه سلول پوششی 2 تا غشا.
درست شد؟ میاد تو مایع میان بافتی، مایع میان بافتی که غشا نداره. خب از مایع میان بافتی میاد توی سلول های دیواره مویرک. دیواره مویرک سلول داره دیگه، خب اونم یه اول داره یه آخر داره. از غشای اولش رد میشه وارد میشه، خب بعد از غشای دوم اون ورش رد میشه خارج میشه. در کل میشه 4 تا غشا، 2 تا سلول، 4 تا غشا. این که نوشته 2 تا لایه مربوط به یاخته های پوششی، منظور یه بار از غشا وارد میشه، یه بار از غشا خارج میشه. این ورم همینطور 2 تا لایه مربوط به یاخته های مویرگی نوشته، یعنی یه بار وارد سلول مویرگی میشه غشا رو رد میکنه، یه بار از سلول مویرگی خارج میشه. درسته؟ یعنی غشا رو رد میکنه ازش خارج میشه. پس میشه کلن 4 تا غشا، یعنی 2 تا سلول 4 تا غشا. متوجه شدی این ساده جا؟ خواهش میکنم. خب محمدی عزیز بگو گلم. محمد سلام استاد. سلام عزیزم. استاد در مورد لوله گوارشی سوال داشتم. سوالم این بود که گفتین یه بافت ماهیچه‌ای داره، بافت ماهیچه‌ایش از نوع به استخون میچسبه یا ماهیچه به ماهیچه‌ایه؟ بافت ماهیچه‌ای از نوعی که به استخون میچسبه؟ خب من پارسال درس پارسال بود دیگه. بافتای ماهیچه‌ای، خب بافت ماهیچه‌ای فرقی نمیکنه به استخون بچسبه یا همین جوری به چیزهای دیگه بچسب. به هر حال اینا که به هم دیگه چسبیدن. ما روده هامون که استخون نداره که، روده هامون کلا بافت ماهیچه ای هست. خب پس ماهیچه هاش به استخون نچسبیدن. اصلا فرق نمی کنه ماهیچه به استخون چسبیده باشه یا نچسبیده باشه، جنسش همونه. ما 2 تا بافت ماهیچه ای داریم توی روده. 1 ماهیچه حلقوی، ماهیچه های طولی. خب متوجه شدی؟ حلقوی طولی، یه سری های جور به صورت دایره ای هن، یه سری به این حالت طولی هن. اینا باعث حرکت غذا میشه. به استخون میچسبه یا نمیچسبش مهم نیست، فقط اسمات مهمه. حلقوی طولی. آها آها اوکی. بله دست شما دارم. خواهش میکنم، موفق باشی. خب خلیلی همینجور به ترتیب بچه دارم میام پایین دیگه، میرسم به شما. همینجور دستتون بالا باشه. دارید. سلام عزیزم، بپرس خیلی جم. بپرس. ببخشید من فصل 14 رو گذاشته بودم، 20ش خراب بود، خواستم بدونم میشه الان باز کنین یه لحظه. پاورپوینت گوارش رو؟ نه قلب. قلب. آره قلب میخوای؟ یه دقیقه وایس من پیداش بکنم. چشم. پاورپوینت قلبی الان یه لحظه اشتراکش بذارم بعد ببینم چی میگه. خب این پاورپوینت قلب صفحه 14 اینو میگی؟ نه صفحه 20 بود یا صفحه 21. 20 یا 21. خب این 20شه، این 21. بگو موضوع چیه پیداش کنم. اصلا حروف نبود، اصلا انگار خراب بود صفحش کلن، یعنی علامت پاورپوینت که خب تو کامپیوترهای مختلف فونتاش عوض میشه دیگه. من فونت اینا رو با بینازنین گرفتم. اگه تو نداری توی کامپیوترت احتمالا بینازنین رو نداری، یه فونت بینازنین نصب کنی اینا رو کامل برات نشون میده. این فونتش بله استاد. و یه خواهش دیگه هم استاد، این که پاورپوینت جزوه فصل گوارش و فیلماشو یه بار دیگه ته کانال، یعنی همین جدید بارگذاری کنن، با هم بگردیم پیدا کنیم یه بار، این سخته، باید بالای 1000 تا فایل. توی شات هستی تو؟ تو شات من اون امروز نگاه میکردم خیلی بهتر و واضحتر گذاشته شده، ولی باز باشه بهشون میگم. توی این کانال خودمونم که کانال زیست شناسی هستم، من دوباره اونا رو چیز میکنم، ریپلایش میکنم که ببینیم. حواست جزوهش هم یادتون نردیم. جزوه دادم بهتون آن باشه، اونم ریپلایش میکنم باشه. فقط قلب دیگه، فصل قلب درست؟
نه نه استاد، با فصل گوارش، گوارش هم بدین استاد، اونم میخوام هم داشت. هر دو تاشو بعد کلاسمون من ریپلایش میکنم ببینید بتونی پیدا. چشمت من ممنون استاد، خدا نگهدار. خب صالح جان، شمساباد، محمد حسین صالح جانم بگو، صدات میاد. استاد من چند تا سوال داشتم درباره جذب تو روده کوچیک، همونایی که برای صادق توضیح دادین بسته؟ آره همون کافیه. من گفتم اصلا جزئیات رو کلا ول کنید، که همینی که الان دوستتونم پرسید که لایه غشا چند تا عبور میکنه با چند تا سلول، حتی اونجوری هم سوال ندادم، خیلی جزئیات نرفتم، چون جزئیات کلاس باشیم راحت‌تر میتونیم حل کنیم دیگه. من چون نبودم با هم حضوری کلاس نداشتیم، من خیلی جزئیات رو گذاشتم کنار دیگه. بعد استاد گفتید که شما ما نمیتونیم سلولوز رو گوارشش کنیم، جذبش کنیم به بدن، اما باکتریای اونا رو میخورن، ما مدفوع اونا استفاده میکنیم. گاف خودش سلولوز رو تجزیه میکنه، ویتامینی که ما از سلولوز میگیریم با ویتامینی که گاو از سلولوز میگیره فرقی داره؟ نه ببین اشتباه متوجه شدیم، بدن ما کلن سلولوز رو تجزیه نمیکنه، باکتری های بدن ما سلولوز رو تجزیه نمیکنن. خب یعنی ما سلولوز رو همونجوری که میخوریم همونجوری هم دفعش میکنیم. باکتری های بدن انسان هم سلولوز رو کلن تجزیه نمیکنن. خب ولی نشخوار کنندگان مثل گاو، خب باکتری هاش یه جوری هن که میتونن سلولوز رو تجزیه بکنن. ببین باز روده خود گاو تجزیه نمیکنه سلولوز رو، باکتری هاش تجزیه میکنن. خب باکتری هاش که تجزیه میکنن، اون موادی که تولید میکنن گاو، روده گاو اونو جذب میکنه، روده بزرگ. خب پس ما اصلا اوکی نیست. آره خب ما فقط اصلا سلولوز رو تجزیه نمی کنیم. نه ما اصلا سلولوز رو نه تجزیه می کنیم نه باکتری های ما تجزیه می کنن، ما نمی تونیم. بعد آقا شما گفتین تو انسان های قدیمی سلولو نه آپاندیس به دردشون می خورده، به چه دردشون می خورده؟ خب یه آپاندیس از اول یه جورایی یه کیسه دفع مواد بوده دیگه، حالا اینکه قبلا به چه دردی میخورده دقیقا معلوم نیست که به چه دردی میخورده، ولی احتمالا همین کاربرد رو داشته. یه سری مواد خیلی مضر، سمهای خیلی مضر میومدن تو کیسه آپاندیس، منتها دقیقا معلوم نیست که چه کاربردی داشته. ممنون استاد. فقط الان بچگی ها کاربرد داره. ممنون استاد، سلام دیتام شد. خواهش میکنم، موفق باشی. خب میرزای جان عزیزم بگو. میرزایی، علی رضا میرزایی، سلام عزیزم. خب هست استاد، من در مورد این سوال داشتم که غذا تا روده کوچیک با هم یکیه، بعد روده کوچیک مواد مغذی میرن سمت جگر و پانکراس، بعد غذاهایی که باید دفع بشن میرن تو روده بزرگ و دفع میشن. آره دیگه اینجوریه دیگه، اونایی که قرار جذب بشن به درد میخورن جذب میشن تو خون، اونایی که دیگه جذب نمیشن دوباره همون لوله گوارشی رو طی میکنن تا از مخرج خارج بشن. واسه شما داشتید لوله گوارشی اونجایی که عکسش بود نشون داده بودید بافتاشو پیوندید. آه. اونجا داشتید میگفتید یه لحظه اینترنت هم قطع شد تو هر قسمت کارش اونجا میشه بار دیگه دوباره بگید. بافتای همون بافتای لوله گوارشی رو میگی؟ نه چی کار میکردن تو هر قسمت؟ باش الان بذار اشتراکش بذارم. خواهش خب یه بار دیگه نیا کن گوش بده ببین چه جوری گفتم. بله میتونی صدا تو قطع کنی اگه سوال دیگه ای نداری. ببین این حالته، ما گفتیم که روده لوله گوارشی ما تقریبا مثل همه لولای گوارشی. بچه ها گوش بده، شما دیگه چت رو ول کنید، چت رو بذارید کنار. این چیزایی که ما میگیم و سوال میپرسن خیلی مهمتر از این چیزایی که شما دارید چت میکنید. اینجوری زیاد چت کنید من میبندم این چت ها. ممنونم ازت. ببینید این قسمت الان مثل ساختار همه قسمت هست، مثل هم مویرگ و اینا هم همینه، ترتیبش که خودتون میدونید، پوششی، پیوندی، ماهیچه‌ای، دوباره پیوندی. خب کاربرد داشت. در مورد بافت پوششی، ما بافت پوششی یا مخاط رو میگیم یک توی روده کوچیک بیشتر کارش اینه که عمل جذب انجام بده. خب
توی معده و قسمت‌های دیگه بیشتر کارش اینه که باعث گوارش بشه با تولید آنزیم. مثلا توی معده بافت پوششی چیکار میکنه؟ آنزیم تولید میکنه، اسید معده تولید میکنه، سلول‌های بافت پوششی. خب اگه پس سوال اومد که در داخل معده کدام بافت به تولید آنزیم کمک میکند یا آنزیم تولید میکند، بافت پوششی. خب بافت پیوندی زیر مخاط که رگ و مویرگ و اینجور چیزا توشه که خب برای جذب کار میره که خیلی حالا کاربردشو با این کار نداریم، ریز نمیشیم. در مورد ماهیچه های حلقوی و طولی هم ما گفتیم ماهیچه ها کارشون اینه که با انقباضات خودشون باعث گوارش بشن و حرکت غذا رو باعث بشن. پس دوتا کار دارن، یک گوارش غذا با حرکاتی که انجام میدن و حرکت غذا تو طول روده، حرکت میدن اون غذا رو. بافت پیوندی هم اسمش روشه، پیونده. همین روده ها رو اما احشام شکم رو به هم دیگه پیوند میده که اینا دیگه صف سر جاشون وایسن، شلوول نشن، هر کدوم یه جایی نیفتن. بافت پوششی و ماهیچه خیلی مهمه بچه ها، کاربرد بافت مخاط و ماهیچه ای، این دوتا رو بلد باشید تقریبا کافیه، زیاد دیگه نیاز نیست خودتون اذیت بکنید. خب رهگشای عزیز، بله عزیزم صداد میاد، بپرس. استاد شما توی بخش لوله گوارشی توضیح داده بودید که مثلا بافت پیوندی درازا تشکیل شده سر خطاش عمودی و افقی، اون بخش من یادم نیست چه دوباره توضیح بدید. کجا بافت پیوندی رو؟ نه استاد لوله گوارشی گفتیم مثلا بافت پیوندی تشکیل شده یه سری خط گردی تشکیل شده به صورت، نه اون بافت ماهیچه‌ای بود. بله بافت ماهیچه حلقوی و طولی داریم، مهمم نیست یا خودتو به خاطرش اذیت بکنی، ولی توضیح میدم، یعنی تو امتحان لازم نیست ولی توضیح میدم. اینو این بود، نگاه کنید رهگشای عزیز، اینجا رو منظورم بود. بافت حلقوی به صورت دایره دایره است، خب حلقه حلقه است، اینجوری گرد گرده دور لوله است. بافت طولی اینجوری خط خطیه، طولی وقتی منقبض میشه طول لوله کم میشه، حلقوی وقتی منقبض میشه عرض لوله کم میشه، یعنی اینجوری لوله گشاد و تنگ میشه. اینجوری باعث میشه که دو تا اتفاق بیفته دیگه، اینا با هم که هی منبسط منقبض میشن، لوله هم گشاد و اینجوری تنگ و گشاد میشه، هم کوچیک و بزرگ میشه. اینجوری باعث میشه که از هر دو طرف، از هر چهار جهت بهش فشار بیاد، به غذا فشار بیاد، هم گوارش میشه هم این که حرکت میکنه، بهش میگن حرکت دودی یا کرمی شکل، که اینو ایشالله در آینده بیشتر خواهید خوند، حرکت دودی یا کرمی شکل لوله گوارشو. آره ولی تو امتحان زیاد مهم نیست، اینو زیاد بهش انگیزه چیز نکن، زیاد فشار نیاد خود. خب آقای راد عزیز، هیدر راد، سوالداری بپرس. ساد بله بپرس عزیز، بپرس بپرس، صداد میاد. هیدر راد بله عزیزم صداد میاد، من میشنوم صداد. هیدر راد عزیز صدای توتیت بیشتر از خودت میاد، بگو بگو صدات میاد، بگو صحبت کن، صحبت میخوای بیا تو چت تایپش کن، تو چت تایپ کن من بخونم، من سوال بقیه بچه ها جواب بدم، تو چت تایپ کن من بخونم سوالتو جواب بدم. خب دلیل جان بگو. سلام هستم، بگو بگو استاد سنگدان چی کار میکنه؟ سنگدان بله. پرنده ها بله. وقتی غذا میخورن با غذا سنگم میخورن، خب یه سری سنگ ها و شنای ریز رو میخورن، اینا میرن تو سنگدان رو اطراف غذا قرار میگیرن، فکر کن مثلا یه جایی پر سنگ، غذا لابلای اون سنگ هاست. بعد این سنگدان ماهیچه‌هاش اینجوری شروع میکنه به حرکت کردن، سنگا رو فشار میده به غذا، غذا رو له میکنه. عین آسیاب دیدی آسیاب چیکار میکنه؟
دو تا سنگ غذا رو میریزی داخلش، دونه رو اینجوری له میکنه، عین آرد میکنه. سنگدان هم کارش همینه، دونه رو آردش میکنه به قول معروف، برای پرنده تبدیل به آردش میکنه. بعد استاد چینه‌دان چیکار میکنه؟ پس تو کار مثل معده است دیگه، هضم گوارش فیزیکی انجام میده. بله، چینه‌دان چی؟ چینه‌دان یه جای ذخیره است. پرنده برای اینکه شکار نشه باید تونتون غذا بخوره دیگه، همونجا تونتون غذا بخوره بفرسته تو معده‌اش، معده‌اش سنگین میشه، اذیت میشه. اول میفرسته تو چینه‌دانش، تو چینه‌دان تونتون غذا رو میخوره، ذخیره میکنه، بعد میره بالا میشینه مثلا یه جا... برگشتم. آره داشتم میگفتم، بعد که غذاشو خورد میره یه جایی که خیالش راحته میشینه، اونجا از چینه‌دان غذا میره تو معده هضم میکنه، یا یعنی اینکه بعضی هاشون هم برمیگردونن غذا رو میدن به بچه هاشون. خیلی ممنون استاد. خواهش میکنم، موفق باشی. خب یه دو سه دقیقه دیگه هم جواب سوالا رو بدم که نیم ساعت تکمیل بشه، نیم ساعت بعدی هم بریم سراغ فصل 14، فصل قلب. خب دلیر جواب داد دیگه، سوالشو پرسید. آجانی عزیز بپرس. آجانی خب قائمی تبار صدای من داری؟ بله آجانی بپرس. من میخواستم کار کاردیا رو بپرسم و جای قرار میگیری، یعنی کاردیا کجاست؟ کاردیا یه دریچه است توی اول معده، انتهای مری. خب فقط دریچه است دیگه، دریچه کارش چیه؟ دره دیگه. در حقیقت غذا که میاد توی معده، توی از انتهای مری اجازه میده وارد معده بشه، ولی دیگه اجازه نمیده غذا از معده برگرده تو مری. در بسته میشه، درسته؟ یه طرف است، از مری به معده. ممنون، دستتون در نکنم. خواهش میکنم. خب قائمی تبار عزیزم سوال بپرسه. بپرس. سلام. آره عزیزم بپرس. آره صدا بپرس. گلوت صدا است؟ بله. قائمی تبار بپرس. بله کجا رو؟ کجا رو گفتی؟ امیر محمد عزیز خب من متوجه نشدم کجا رو گفتی، تایپش کن، اون پایین تایپ کن که من بفهمم کجا رو گفتی. خب شعبانی جان بگو. شعبانی خب پس من اینا رو ببندم، این صداها رو دیگه، سوالا رو از اینجایی که اینا چند نفر، بچه ها تایپ نکنید، من این چند تا سوالی که اینجا بچه ها تایپ کردن رو بتونم پیدا کنم. یه دقیقه ببخشید من این چت رو ببندم که بچه ها تایپ نکنن، من این چند تا سوالی که اینجا پرسیدنم جواب بدم، بعد برم سراغ فصل 14. محمد متین حیدری، بذار من حیدری رو باز کنم، این حیدری خودکشی کرد. حیدری اصلا دستتم بالا نیست که، پیدات نمی کنم. ببینم سوالایی که میپرسید چیه. آقا سوال امتحانای قبل اومده؟ نه سوالای امتحان قبل نیستن هیچ کدوم بچه ها، 20 تا سوال تستیه دیگه. اگه قرار بود از امتحان قبلم بیاد خیلی سخت میشد، چون امتحانای داخلی ما امتحانای سنگینی هن دیگه،
از اونا ندادم، نه سوالای جدیدن منتها سوالای کلی و راحتی هن. خیلی سوالای سنگینی نیستن. خب اپیگلوت که هیچی. اپیگلوت کجاست؟ گفتم بگید اپیگلوت، یعنی جایی که در گلوته، یعنی توی گلوه. حواستون باشه بچه ها، اینا سوالن. یهو میپرسه مثلا اپیگلوت در کدام قسمت لوله گوارشی قرار دارد، درسته؟ شما اون وقت باید بگید کجا؟ داخل حلق. کدام ماده کمتر گوارش در معده طول میکشه ولی در جزو نیامده؟ بله اینم سوال خیلی مهمه، مرسی ناظمی جان. چه ماده هایی، سوال اینه، چه ماده هایی کمتر تو معده طول میکشن که گوارش بشن؟ خب و کدومشون زودتر جذب میشن؟ اینا خیلی سوال های مهمی هست که خب راست میگه یکم کمتر بهش پرداختیم. خوب گوش کنید بچه. یک، ما میخوایم غذا رو جذبش کنیم دیگه، درسته؟ تبدیلش میکنیم به چی؟ به گلوکوز آخر سر. یعنی ته همه غذاها اینه که بیان و گلوکوز بشن و انرژی بشن اکثرشون. پس اگه خود غذا گلوکوز باشه خیلی راحت جذب میشه دیگه، نیاز به جذب نداره. پس کربوهیدرات های ساده یعنی مونوساکارید ها و دیساکارید ها، اینا چی هن؟ غذاهایی هن که زود جذب میشن، خیلی سریع هم هضم میشن. پس کربوهیدرات های ساده مثل گلوکوز، مثل مثلا مالتوز، اینا سادن دیگه، دیساکارید و مونوساکارید هن. اینا رو دیگه خودتون خوندید دیگه فصلهای قبل. اینا زود جذب میشن. پس اگه به شما گفتن که کدوم غذا زود جذب میشن بعد توش کربوهیدرات ساده بود، اونو انتخاب میکنید. کدوم ها زودتر هضم میشن؟ همیشه غذاهایی که مولکولهاش کوچیکترن زودتر هضم میشن بچه ها. خب سبزیجات جز غذاهایی هن که مولکولهای خیلی بزرگی دارن، برای همین خیلی طول میکشه تو معده، باید خیلی بمونن. خب پس غذاهایی که سبزیجات هستن بیشتر تو معده میمونن. غذاهایی که سمت کربوهیدرات هستن و پروتئینی هستن زودتر هضم میشن، زودتر توی معده گوارش پیدا میکنن. پس یک، اگه به ترتیب بگیم، کربوهیدرات ها زودتر هم هضم میشن هم زودتر جذب میشن، مثل نون کربوهیدرات دیگه. ولی بین نون و قند، قند زودتر چون کربوهیدرات ساده است، ولی نون کربوهیدرات پیچیده است. بعد پروتئین ها هستن، بعد کربوهیدرات ها پروتئین ها هستن که هضم میشن، و بعد پروتئین ها میره توی سبزیجاتی. سبزیجات همه چی دارن ولی چون مولکول های خیلی درشتی دارن، اینا دیرتر هضم میشن. بعد توی گوشت و اینجور چیزا ما لیپید هم داریم، چربی ها هم زودتر هضم میشن. پس اگه غذا به شما دادن توی سوالات، اگه سبزی بود سبزی ها رو میذارید کنار چون سبزی ها دیر هضم میشن. خب انشالله که به اندازه کافی در حد اینکه آزمون رو تموم کنید کافی باشه. خب سوال بعدی، دیگه زمانم نداریم، یه سوالم جواب بدم برم سراغ فصل 14، ببینم سوال دیگه که پرسیدید کدام ماده گوارش طول میکشه که اینو جواب دادم. سرخرگ بعد بزرگترین سرخرگ، اینا هم که تو فصل 14 تعریف، بزرگترین سرخرگ بدن آورته دیگه، این دیگه باید بلد باشیم بچه‌ها. یا آورت بزرگترین سرخرگ بدنه. خب و اینکه سوال دیگه که نداره، نه همش با هم دیگه حرف زدید. خب سوالم اینه که نامورم پرسیده استاد دف تو کجاست، یعنی کجا دف اتفاق میفته؟ دف گفتیم دیگه، روده بزرگ و مخرج دیگه، این یه چیز بدی و مشخصه. خب بریم سراغ، من چت رو دوباره باز میکنم که اگه بچه‌ها سوال داشتن بتونن سوالاشونو بنویسن. فقط با هم دیگه چت نکنید که شلوغ نشه، من بتونم جواب پیدا کنم سوالاتون. چربی ها، متین جان، چربی ها هم زود هضم میشن، جز اون غذاهایی هستن که زود هضم میشن. بیشتر ما غذایی میگیم، غذا اگه بخوایم به هضمش بگیم، ما غذاهایی که سبزیجاتی هستن و غذاهای
پیچیده و خیلی مولکولهای درشتی دارن میگیم دیر هضم میشن، ولی غذاهایی که حالت گوشتی دارن، بیشتر کربوهیدراتی دارن، اینجور چیزها رو هستن کمتر. سلولوز هم که کلن اصلا هضم نمیشه، یعنی اگه مثلا بهت گفتن که ساقه مثلا یک گیاه رو شما مثلا ساقه چی بگم، حالا هر گیاهی در نظر بگیر دیگه، اون زود هضم میشه یا نه، ما میگیم مثلا هضم نمیشه چون سلولوز داره. خب بقیه مواردی که الان دارید میپرسید، ویتامین ها و باکتری ها و اینا، اینا همه تو جزوه هستن، توی جزوه بخونید. اوکی، پس 20 تا سواله، 20 نمره ای، هر سوال یه نمره، 25 دقیقه زمان دادم بهتون بتونید جواب بدید. مثلا نیاز به قول معنا نداره بخواید زیاد خودتون اذیت کنید. من برم سراغ بخش فصل 14. دوباره قلم خودکاراتونو بردارین بچه‌ها. دیگه این چتو بذارین کنار. کوی محققی صحبت نکنید دیگه. خب قطعش قطع باشه، من دیگه قطعش نمی کنم، ولی شما قطع کنید اینو، صحبت نکنید که من برم سراغ فصل. خب قلم و کاغذ که من فصل 14 رو میگم علامت بزنید بدونی کجاهاش مهمه. خب فصل 14 بچه ها یه مقدار حجمش هم زیادتره، یعنی باید حواستون باشه که کجاها رو بخونی کجا رو نخونی. توی نحوه ارتباط یه چیز کلی فقط باید بلد باشید. نحوه ارتباط اینه، دستگاه گردش مواد یا همون گردش خون ارتباط ایجاد میکنه بین همه دستگاه. این یه چیزیه که از این قسمت ما دریافت میکنیم. پس دیگه میذاریم تو اشتراک گذاری صفحه، اینجوری میشه قطع میشه، مشکل نداره. پس از اینجا ما میگیم چی؟ چیز زیادی لازم نیست که بدونیم، فقط همین بدونید که ارتباط ایجاد میکنه. نمیدونم چرا قطع میشه. یه چند دقیقه بچه ها صبر کنید. آره بذارید، راست میگه، من این دوربین رو قطع بکنم که فقط با اینجا صحبت بکنم که خیلی فشار زیادی هم به اینترنتمون نیاد دیگه. خب توی نقش دستگاه گردش مواد هم گفتیم، ماد گردش مواد دوتا نقش داره، یکی اینکه مواد مغذی رو چیز میکنه انتقال میده، خب یکی هم که مواد زاید رو منتقل، یعنی اول مواد و مواد به درد بخور رو منتقل میکنه به سلول ها، مواد زاید رو ازشون میگیره. یک اجزای دستگاه گوارشی رو خیلی کامل بلد باشید، خون، رگ، قلب. خب این که قلب 4 تا حفره داره و تمام قسمت های قلب، بچه ها این خیلی مهمه، اینجا این تمام قسمت های قلب، من تو اون پاورپوینتی که براتون فرستادم کامل همه اینا واضح با شکل‌های مختلف به چند باره توضیح دادم بچه‌ها. خب پس حتما همه قسمت‌های قلب، دریچه‌ها کجاستن، دهلیز راست، دهلیز چپ، بطن راست، بطن چپ، اسم دریچه‌ها، دریچه میترال، دریچه سلختی و خود سیاه رگ‌ها، سرخ، همه اینا رو باید اسمشو بلد باشید. سیاه رگ زبرین کجاست، سیاه رگ زیرین کجاست. من نمیگم تو امتحان میان اینها، ممکن اینا تو امتحان نیام، من انقدر ریز نشده باشم به سوالات، ولی اینا شما باید بلد باشید. پس بخونید، من شکلی ندادم توی امتحان که مثلا بگم این اسمش چیه، این اسمش چیه، ولی شما باید بلد باشید، چون این چیه چیزیه که اگر الان بلد نشید دیگه تدریس نمیشه تا متوسطه دوم. پس اینا رو حتما یاد بگیرید، اسم قلب ها رو یاد بگیرید. اگه بلد نیستید، میترال، دریچه میترال اینجاست، دو لختی بهش میگن، و این هم دریچه سلختیه، دریچه سلختی بین دهلیز راست و بطن راسته، دریچه میترال یا دولتی یا دولختی هم بین دهلیز چپ و بطن چپه، دولتی هم بهش میگن، دولختی هم بهش میگن، میترال هم بهش میگن.
به این ورم درجه سلتی میگن، سلختی میگن یا تریکوسپیدم به اسم میگن. پس سه تا اسم مختلف داره. خب بقیه چیزا هم بلد باشه. من بخوام خیلی خودم متمرکز بشم بهش زیاد طول میکشه. بزرگترین سهرگ ما سهرگ آورته، مهمترین و بزرگترین سهرگ ما سهرگ آورته. ماهیچه‌های بطن چپ ببینید خیلی ماهیچه‌های قوی تری هستن، چون قراره پمپاژ کنن به همه قسمت‌های بدن. خب همه قسمت‌های بدن رو قراره پمپاژ بکنن، پس ماهیچه‌های بطن چپ خیلی قوی تر هستن. بطن راست کمتره. چرا؟ چون فقط تا ششا باید بفرسته، زیاد مهم نیست دیگه، بیشتر از شش که دیگه فاصله نداره تا قلب. خب این از این. یه مورد مهم اینه دریچه ها همشون یک طرف هم بچه ها. یعنی از دهلیز ها به سمت بطنه ها، از بطنه ها به سمت رگ ها، دیگه برگشت نداره. خون وقتی میاد توی قسمتی دیگه بر نمیگرده. حتی توی سیاه رگ هم خون وقتی میاد رو به بالا دیگه نمیره پایین، چون دریچه های لانه کبوتری داره. درسته؟ پس اینا خیلی مهمن دیگه، حواستون باشه. خب میایم تو بافتا. بافتای این که دیگه خیلی سخت نیست دیگه، دقیقا عین بافت لوله گوارشی، پوششی، ماهیچه‌ای، پیوندی. خب که توی پوششی میگیم که دریچه‌های قلب رو تشکیل میده، ماهیچه‌ای ضربان ایجاد میکنه و بافت پیوندی هم حفاظت و متصل کردنه. که این که تو جزوهتون از نگاه کنید، بولدش هم کردم قشنگ بتونید متوجه بشید کاراشون چیه. خب پس اینم از این. توی آندوکارد، میوکارد، پریکارد بچه ها، این رو من سوال ندادم. خب احساس کردم که شاید خوب نتونستم توضیح بدم بهتون. پس توی سوالا از لایه های بافت پیوندی یا مثلا همون آندوکارد و میوکارد و پریکارد رو سوال بهتون ندادم. خب ولی بخونید، بخونید که حتما بلد باشید. این همون شکلی که گفتم، بخونید حتما بلد باشید. یه چیزای کلی ازتون پرسیدم در مورد رگ‌های کرونر بچه ها. یه جورایی میشه گفت جز مهمترین رگ‌های بدن هستن. چرا؟ چون رگ‌هایی هستن که به قلب خون رسانی میکنن، پس اینا مهمن دیگه. چیزی که مهمه رو بهتون بگم، زیاد وقت تلف نکنم. گردش ها خیلی مهمن. ترتیب گردش، ببینید اینجا رو، این قسمت، این بسیار مهمه بچه ها. ترتیب خون از نمیدونم بطن چپ به کجا میره، خون از دهلیز چپ به کجا میره، گردش ششی چجوریه، گردش عمومی چجوریه. پس این گردش ها رو کامل بلد باشید، دقیق بلد باشید که به ترتیب از کجا به کجا حرکت میکنه. مثلا سوال پرسیده شده این تیکه آخرش هم بگم دیگه، برگردم به سوالا دیگه. خون مثلا سوال پرسیده شده از بطن چپ به کجا میره، از دریچه آورت رد میشه وارد آورت میشه. خون از دهلیز چپ به کجا میره، از دریچه دو لختی رد میشه وارد بطن چپ میشه. درست شد؟ پس اینا رو باید بلد باشید. در مورد سیستول و دیاستول بچه ها، زمان هاشون باید بلد باشید. سیستول چیه، دیاستول چیه؟ دیاستول گفتیم استراحت عمومیه، سیستول استراحت انقباضه. ببخشید، سیستول انقباضه، دیاستول استراحت عمومیه. کلن 0.8 ثانیه ضربان قلب طول میکشه، 0.4 دیاستوله، 0.4 سیستوله. من جزئی نگفتم دیگه، نیومدم جزئیات. مثل این شکل رو نگاه کنید اینجا که جزئیات رو گفته، که نمیدونم 0.1 مال انقباض بطن، 0.3 مال انقباض دهلیز هاست. اینا رو دیگه ازتون نخواستم، فقط یه چیزای کلی ازتون خواستم. خب پس کلیات رو اول خوب کامل یاد بگیرید، بعد برید سراغ جزئیات اگر خواستید یاد بگیرید. این قسمت هم که جزء این دستگاه الکتروکاردیوگرافی و اینا همه جزء زمیمن و تو امتحان نمیان. توی رگ هم همین، انواع رگ ها رو بلد باشید که خب کدوم به خون نزدیک، قلب نزدیک میکنه خون رو، کدوم از قلب دور میکنه،
این قسمت کاربردهاش رو بلد باشید و همین. در مورد مویرک ها هم که باید بدونید دیگه چجوری اتفاق میفته. خون اول وارد مایع میان بافتی میشه از طریق مویرک، بعد از مایع میان بافتی وارد سلول میشه، یعنی مستقیم از مویرک به سلول نمیره، میاد اول وارد مایع میان بافتی میشه بعد وارد سلول میشه. این قسمت لطفاً گردش خون باز و بستر هم بخونید بچه ها. یه سوال از اینجا دادم بهتون در مورد همین جانورانی که گردش خون باز و بسته دارن. میدونم که تو زمین است و نباید سوال میدادم، ولی جز سوالای خیلی مهمی بود که میدیدم که اکثر جا اومده، برای همین این رو سوالو دادم. اینکه چه موجوداتی گردش خون باز دارن، چه موجوداتی گردش خون بسته دارن، اینو لطفاً بلد باشید. اینجا من نوشتم، نگاه کنید. اکثر مهرهداران، بی مهرگانی مثل کرم خاکی، گردش خون بسته دارن. خب بعد در مورد گردش خون باز، اکثر بی مهرگان خب پس ما گردش خون باز و بستر هم بخونید. نبض رو هم خوب بخونید بچه ها که نبض چه جوری به وجود میاد، توی فیلمش هم کامل بهتون توضیح دادم. فصل 14 یه مقدار سنگین تره و یه مقدار مطالبش بیشتره دیگه، ولی کلی بخونید. 20 تا خب یه چند تا سوال جواب بدم که هی این قطع و وصل میشه دیگه، اذیتمون داره میکنه. چند تا سوال جواب بدم بچه ها، اینجا همینجا بپرسید من سوالا رو جواب بدم. میشه کارایی پلاسما در خون رو بگید؟ پلاسما بچه ها مایع خونه، یعنی همه این موادی که تو خون هستن داخل اون مایع هستن، کارایش اینه. یعنی اگه پلاسما نباشه اصلا خون نمیتونه جریان پیدا بکنه. خب یعنی یه محیط مناسب برای گردش مواد ایجاد میکنه پلاسما. متوجه شد دیگه؟ کم آروم آروم بچه ها من بتونم بخونم. بله میتونی بری، برو اگه شارژت کمه میتونی بری. پلاسما درمانی کرونا اینا بذارید ایشالله سر یه فرصت بهتر، الان موقع امتحانه. پلاسما درمانی یعنی پلاسمای طرفی که کرونا گرفته رو میگیرن میدن به اون کسی که کرونا داره و در حال مرگه. اون پلاسما میره کروناهای جدیدی که میاد رو میگه، اینه یه سرم، اینه یه واکسن میمونه دیگه، کرونای جدید رو میکشه، نمیذاره بیماری پخش بشه. آقا قلب چطوری میتپه؟ قلب اینجوری میتپه، اینم سوال مهمیه. قلب توسط ماهیچه ها، اون انقباضاتی که ایجاد میشه، ماهیچه ها که منقبض میشن، ماهیچه های قلب، باعث میشن که یه فشاری ایجاد میشه. این فشاری که ایجاد میشه باعث ضربان میشه. پس فشاری که برای قلب ایجاد میشه توسط انقباض بافت ماهیچه ایه. پس اگه سوالی پرسیدن که کدوم بافت به کمک قلب میاد برای انقباض، بافت ماهیچه‌ایه، اون فشار رو بافت ماهیچه ایجاد میکنه. پلاسما اینا نه، زیاد میگم جزئی نکردم سوالا رو، خیلی جزئیات رو داخلش نرفتم. خب سوالای بعدی چی؟ باز بی مهرگان بود؟ بله بله، بی مهرگان اکثرا گردش خون باز دارن. از بی مهرگانی که گردش خون بسته دارن کرم خاکیه. پس اگه کرم خاکی رو گفتن، کرم خاکی گردش خون بسته داره. زمان امتحان کمه؟ 25 دقیقه کمه برای 20 سوال؟ فکر نکنم کم باشه، 25 دقیقه کافی. اگه بیشتر طول بکشه دیگه میره روی تقلب و اینجور چیزا دیگه، وقت پیدا میکنید از هم دیگه بپرسید. خب دیگه در مورد مویرک ها هم بچه ها، آره خوب بخونید. مویرک ها نحوه ورود خون از طریق مویرک به سلول ها خیلی مهمه. وارد مایع میان بافتی میشن بعد وارد خون میشن. خب دیگه فکر نمی کنم خیلی سوال، چون نگاه میکنم سوالی ندارید همش.
همین سوالای معمولی خودمونه. جزوه رو خوب بخونید بچه. خب من دیگه تمومش کنم دیگه، هم خیلی زیاد طول کشید، همین که هممون خسته شدیم دیگه، قطع و وصل زیاد میشه. پلاکت ها بچه، این که گلوبول های قرمز چجوری هن، گلوبول های سفید چجوری هن، شکلشون و اینا هم باید بلد باشید دیگه. گلوبول های سفید کروی هستن، گلوبول های قرمز حالت تیوپی دارن و گلوبول و پلاکت ها شکل خاصی ندارن. کاربرداشون هم باید بلد باشید. توی جزوه هست، یه جدولی هست، اون جدول رو حفظ بکنید. همین دیگه، نیاز نیست خیلی را داخل وارد بشید و خیلی بهش بخونید. من این سوالایی که هی میاد حواسمو پرت میکنه، هی میخوام بخونم ببینم اینا چی ان که میپرسم بچه‌ها، حواسم پرت میشه. نه بچه ها دیگه حساسیت به لاکتوز شیر و اینجور چیزا نه دیگه، من گفتم خیلی جزئیش نکنید. خیلی سوالای خوبی ان اینا، این که نمیدونم انواع گلوبول های سفید چجوری ان، گلوبول های قرمز اسم دیگه شون چیه، اینا سوالا خیلی خوبی ان. منم اگه تو کلاس بودم حتما این سوالا رو ازتون میپرسیدم و تو امتحان میدادم، منتها الان شرایط مهیا نیست من سوالای اینقدر سخت و ریز بپرسم، سوالای کلی پرسیدم. در مورد نبض هم پرسیدیم، امتحان سوال هست نبض چجوری شکل گرفته، نمیدونم نبض بزرگ و نبض کوچیک چیه، فشار بزرگ و فشار کوچیک چیه، نمیدونم کدوم فشار از حد نرمال بالاتره. فشار نرمال ما 12/8، از 12/8 پایین تر بیاد میشه فشار کم، 12/8 بالا بره میشه فشار زیاد. پس فشار نرمال 12، بچه ها یه جایی یادداشت کنید یادتون باشه. بله عزیزم میتونی بریم. خب خسته نباشید، جزوه رو خوب بخونید بچه ها، خیلی خوب بخونید، نگران هم نباشید، نمره های همگی عالی خواهد بود با این پشت کار خوبی که دارید. اگه سوال چیزی ندارید دیگه وقتتون نگیرم، بتونید تو این چند ساعته بتونید درس بخونید. خسته نباشید، موفقم باشید. من اگر استاد، من اگر دیگه آقای جمشیدی عزیز، آقای شکرگزار، نمیدونم کی هستن، اگر کاری ندارید من ممنون شما، من کلاس اگر اجازه بدید کلاس تعطیل کنم. ممنون شما، شما خسته نباشید. خداحافظ بچه‌ها.